طراحی 1 سال و 3 ماه میگذره. برای دیدنش مجبور شدیم مسافت 300 کیلومتری به سمت خلیج فارس بریم. ساجد، ناآرومی ساجد اولش کار رو برامون سخت کرد. پدر در هر فرصتی برای به حرکت در آوردن دست ساجد تلاش میکرد. ماجرا به مهرماه پارسال برمیگرده. سانحه‌ای که در اهواز به قطع شدن دست کودک 13 ماهه منجر شد. این دست خودش سپر میشه برای گردن مامان. همت خلبان عشایری و توان پیوند عضو در شیراز تنها روزنه امید میشه. با توجه به تحقیقاتی که کردم، کوچکترین کودکی که تا حالا براش پیوند انجام شده و قطع از بازو بوده و پیوندش موفقیت آمیز بوده، کودک 21 ماهه‌ای بوده که براش این کار انجام شده بوده و این کودک ما 13 ماهشون هست. این توان حالا ساجد 2 ساله را از آینده نامعلوم نجات داده. ولی لطف عنایت خداوند یک سبب باید باشه که همون سببش طب پزشکی ما در ایران و مخصوصا در استان فارس که شیراز. حالا پیوند عضو در شیراز به 30 سالگی رسیده و امروز پیوند کبد، پانکراس و لوزالمعده در این شهر صدرنشین جهانه. خود دکتر ملک حسینی هم گفته بود که انشالله ما کار میکنیم که این بهترین مرکز تو ایران بشه و بعد از اون تو دنیا و واقعا رسیده. اصلا نگاه کن هر نوع پیوندی فکر کنی در دنیا انجام میشه اینجا انجام میشه. روز بسیار خوشی است برای من که بیام در شیراز و ببینم همچین مرکز بزرگی در سطح بین المللی در اینجا بنا کنن، در ضمنم سطح علمی و پزشکی کشور رو با این طریق بالا بکشن. علمی که پروفسور سمیعی ازش حرف میزنه حالا به شکلی دیگه قوت قلب دختر بچه‌ای شده که در روستای سرپنیران از صوابع سعادت شهر فارس زندگی میکنه. فاطمه اولین و کم سن و سالترین بیمار تو خاورمیانه بود که 5 سال پیش تو شکم مادر توی شیراز جراحی شد. مشکل فاطمه تنگی دریچه قلب داشت، تو سونا مشخص شد. واسط هفت‌ماهگی مراجعه کردم برای سونا و تو سونا مشخص شد که قلب بچه کم طبیعی نیست. جنین 28 هفته بوده که تنگی شدید دریچه ریوی داشته، قلب بچه در حال بزرگ شدن بود. گشاد کردن دریچه پولمونه رو براش انجام شد. توی ایران تا حالا انجام نشده، تا اونجا که میدونم توی خاورمیانه هم نبوده. با این جراحی آینده فاطمه هم روشن‌تر از قبل رقم خورد. این عملو ما انجام نداده بودیم الان ممکن بود فاطمه فلج بود. به مدد این پزشکان روز به روز بر موفقیت درمان‌های پیشرفته قلبی هم در کشور افزوده می‌شود. اولین عمل جراحی از نوع تعویض دریچه آئورت به روش شریان پوستی بود. انگار نه انگار 20 سال جوان شدم انگار. موفقیت های پزشکی در شیراز تمام شدنی نیست. روشنایی بخشی به دنیای تاریک نابینایان مطلق جدیدترین موفقیتی بود که باز هم نام ایران را در منطقه به اوج رساند. دونای قرمز و رنگین به هم نشون میده که مسیر رو تشخیص بدم. الان بشقابه رنگش عوض شد. آها چه بشقابه الان سیاه یا سفیده؟ الان سفیده. قبل از ما فقط در عربستان انجام شده بود، اونم تیم پروازی جراح از آمریکا اومده بود عمل انجام داد و برگشت. بنابراین ما توی منطقه خاورمیانه اولین کشوری هستیم که توسط جراحان خودش این عمل انجام شد. پیمودن پله‌های موفقیت در ایران تمام شدنی نیست. به وسعت دریاست. دریای بیکران از دانش و تجربه که موج‌هایش مرزهای ایران را در دنیا شکسته و پیش